که افکار ما همش در رابطه با ظاهر و اندام و فیزیک خودمونه و همواره این افکار ماهیت منفی داره و در حال پیدا کردن نواقص و عیوبی هستیم توی بدنمون که وجود خارجی ندارن، یا اگر وجود دارن اینقدر بزرگ نیستن که ما تو ذهنمون داریم بهش میپردازیم، اون موقع ما میتونیم تشخیص بادی دیسمورفیک دیزوردر یا اختلال خودزشت انگاری بدیم که توی این اختلال فرد همش ظاهر خودش رو قضاوت میکنه، عیب ها، ایرادات و نواقصی رو در ظاهرش پیدا میکنه و دائما در حال فکر کردن به اونهاست و هی داره فکر میکنه که این نواقص رو چجوری رفع بکنه، که بسیاری از کسانی که جراحی های زیبایی انجام میدن جزو این دسته قرار میگیرن که برای از بین بردن یک ظاهری که یک ایرادی که در ظاهرشون وجود داشته اقدام به این جراحی ها کردن، اما بعد از جراحی عموما راضی هم نبودن چون یک جای دیگه یک ایراد دیگه پیدا میکنن و یا احساس میکنن که اون نقص هنوز رفع نشده. اگه شما همش افکاری دارید که دارید ظاهر خودتون، اندام خودتون، فیزیک خودتون، نحوه قرار گرفتن ارگان ها، نحوه ظاهری صورت خودتون، سایز و نوع اندام های خودتون رو هی دارید مورد قضاوت قرار میدید و هی ایراد پیدا میکنید، شما میتونید مبتلای به این اختلال باشید و در اونجا بهترین روی کردی که میتونید داشته باشید اینه که از روان درمانی، شاخه های شناختی رفتاری یا روانکاوی استفاده بکنید که بخواید این صداها و یا این افکار منفی رو در ذهن خودتون خاموش بکنید. در بسیاری از موارد اگر شدت این افکار در شما زیاد باشه و اگر این اختلال در درجات بالایی قرار داشته باشه، عموما روان درمانی رو تلفیق میکنن با دارو درمانی برای کنترل اضطراب و افکار منفی که در شما وجود داره. اما باید یادتون باشه که بدون روان درمانی مدون حل کردن این افکار و رهایی از این تفکر بسیار کار سختیه و کیفیت زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده.